بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه محصلین گرامی، امید که همهتان خوب و سعادتمند باشین و ایامتان به خوبی و خوشی و با استفاده های علمی و معنوی بگذره. البته مدتی که از درس ها شما دور بودین، اشتیاق کامل به خواندن درس ها و فرا گرفتن موضوعات اساسی رشته تحصیلتان هستین. درس ها را از طریق راه دور تعقیب میکنیم و امید که این شیوه تدریس بتانه جبران کننده درس های حضوری شما باشه. البته شاید بعض وقتا موثرتر هم تمام شوه، چرا یک موضوعی را که تشریح میشه دستن شما یکی دوبار اگر استاد بپرسین، اینجا اگر 10 مرتبه بخواین سر استاد تشریح کرده میتونید، فقط با یک فشار دادن یک دکمه دوباره و دوباره او را دیده میتونین. ولی باز هم اگر کدام قسمتش از تشریحات درست فهمیده نمیشه یا درست واضح نشده، میتونین در گروپ یا به طور شخصی پیام بگذارین، در درس بعدی شما را به او انشاءالله و رحمان متوجه میسازیم. ابتدا کمک تشویش هایی که وجود داره به خاطر درس ها که یا جبران کننده درس های سمستر هستن یا نیستن، تا هنوز تصمیم قطعی و نهایی معلوم نیست، ولی احتمالات متفاوت وجود داره. از شما تقاضا این گونه صورت میگیره که ایده فکر بکنین که درس های مطلقا سمستر شما هست و به می شکل ایده بخوانین و ایده تعقیب بکنین. باز ببینیم که اگر شرایط فعلی زودتر ختم شود، امکان داره سمستر و بسیار شکل فشردهش مدت کم دوباره کبر شود، و یا این که به یک شکل دیگه که تصمیم وزارت باز در او راستا گپ نهایی می باشه. او محصلین که دسترسی ندارن در انترنت فعلا، مشکل از آرم میشه حل شود، طور که اگر بعدن هم امکانات انترنت برشون فراهم میشه، هر وقت که به گروپ وارد شوند همی درس ها را میتونن دانلود بکنن، و یا هم یک کم زحمت قبول دار شوند و به پیش یکم رفیقشان که انترنت دارن 1 هفته یا 2 هفته یک ماه بعد دیدار داشته باشن و تمام مواد از پیش از ما بگیرن و ایره تعقیب بکنن. وارد میشیم به خود مضمون ما که در این سمستر قسمت 2 تحلیل ساختمان رو میخوانیم. البته تحلیل ساختمان دوم در حقیقت اهمیتش بسیار زیاد است، به خاطر که در این سمستر و در این موارد که در این مضمون میخوانیم، در این قسمت از تحلیل ساختمان، هم از شما ساختمان هایی را بایش سر و کار دارین که در پرکتیک اینجوری عملا مشاهده میکنین، تعمیرات باشه یا بندها باشه، پل باشه و غیره، ساختمان های واقعا عملی. در قسمت میخوانی که ساختمان اول بعضا با یکام مثلا موارد کار میکردین که پرکتیکل را در دنیای عملی نمیدیدین و یا مشاهدهش نمیکردین، که البته اون ضرور بود به خاطر فهمیدن تحلیل ساختمان دوم. در قسمت مواد درسی ما هم مواد درسی که در پنتون درس داده میشن او هم هست، و ضمناً مواد انگلیسی جامع و کامل ترش که در قدم او RCBLR است. از چپتر 8 شروع میکنیم به خاطر که درک چپترهای بعدی کاملا نیازمند درک فصل 8 کتاب است که تغییر شکل ها وجود داره. برنامه درسی ما در این مضمون تغییر شکل ها است، تیوری تغییر شکل ها در گادرها و روش انتگرال گیری دوگانه به خاطر دریافت می تغییر شکل هاست، و ضمناً روش های انرژی را می خوانیم به خاطر دریافت تغییر شکل ها، کار خارجی و انرژی داخلی را معرفی می کنیم، روش کار مجازی که بسیار یک موضوع مهم و اساسی است به خاطر تحلیل سیستم های نامعین استاتیکی او را می خوانیم، و دریافت تغییر شکل ها در ترس ها با روش کار مجازی، همچنان در گادر ها و چوکات ها، و تحلیل سیستم های نامعین استراتیجی به طریق قوه، محاسبه تیرهای غیر منقطع با استفاده از
معادلات سه مومنت و همچنان تحلیل بر روش تغییر مکان و بالاخره اجرای پروژه که در هر قسمتش جدا جدا کار خواهیم کرد. ابتدا خود کلمه استرکچر یک بار واضح تر بسازیم پیش از اینکه وارد بحث مقدمه شویم. استرکچر که میگیم ما ای را به ساختمان در گفته های خود ترجمه میکنیم و در کتاب ها بعضن. خود استرکچر یک کلمه خیلی جامع است که معنای خیلی عام داره. در بخش های متفاوت انجینری و در بخش های غیر انجینری استفاده میشه. استرکچر امو سیستم که مجموعی از عناصر که به شکل درست و مناسب و منطقی ارتباط برقرار کردن و بتوانند بارها را به شکل مسئولش تحمل بکنن و انتقال بتن به نام استرکچر گفته میشه، که حتی میتونه از ساختمان و پل و بند شروع تا در بخش های دیگه، حتی به کشتی استرکچر میگن، به بادی یک کشتی، همچنان حتی تیاره و یک تانک را کلمه استرکچر بهش اطلاق میشه. ولی اصل معنای اصلیش ساختار اگر بگویم بهتر است. ولی از اینکه ما در رشته که فعلا میخوانیم ساختمان تعبیر میکنیم، چرا سر کار ما زیادتر با می خود ساختمان ها و پل ها و غیر است. در قسمت مقدمه فصل 8 تغییر شکل ساختمان میتونه که از سر عوامل متفاوت ایجاد شود. میتونه از سر بارها باشه، درجه حرارت باشه، در قسمت مشکلات تولیدی و یا نشست ایجاد شود. معلوم است که یک ساختمان را که شما بالایش بار وارد میکنین، بار اعمال میشه، هر نوع ساختمانی که باشه در این تغییر شکل ایجاد میشه. و در قسمت درجه حرارت میفهمین که با افزایش درجه حرارت یک جسم شما منبسط میشه و با اتکاها و گیره هایی که داره حتما تغییر شکل بهش ایجاد میشه. و همچنان اگر در قسمت تولید و عناصر که مورد نظر ماست کدام نقص و عیب باشه، معلوم که تغییر شکل ها ایجاد میشه. و ضمناً اگر یک پل داشته باشین که چندین اتکا داشته باشه، اگر یک اتکای از این بنابر کدام مشکل نشست بکنه، معلوم که مو پل در قسمت از مو نشست تغییر شکل واضحی را نمایان میسازه. به خاطر تامین یک پارچگی و ضمناً استواری و همچنان جلوگیری از ایجاد درز در موادهایی که اونا خاصیت شکنند داره مثل کانکریت، تغییر شکل ها باید در حد مجاز باشن. این قضیه کاملا واضح است. در صورتی که تغییر شکل ها از حد مجاز بیرون شوه، شما میفهمین که یک عنصر که شکنند باشه از کار میافته و کاراییش زیر سوال میره. و از این به خاطر که یک پارچه و یک نواخت عمل بکنه، تغییر شکلهاشان باید در حد مجاز باشه. ما نمیتونیم که یک ساختمان تغییر شکلش نابود بکنیم و به صفر برسانیم، امکان نداره. همه این ساختمان ها مقدار از تغییر شکلها را داره که در بخش دیزاین عناصر آهن کانکریتی و فلزی در سمستر بعدی حتما میخوانید، یک مقدارش اجازه داده میشه که او با کارایی نرمال ساختمان مشکل ایجاد نمیکنه. کلمه متفاوت را که شما در منبع انگلیسی امی مضمون اگر سر میخورین امونا را واضح بسازیم. ما کلمه دیفارمیشن دیدیم که اوجا استفاده میشه و در متن ها وجود داره. کلمه دیفلکشن است و دیسپلیسمنت است. دیفارمیشن یک معنای عام داره. به هر نوع تغییر شکل یک عنصر، یک سیستم ما دیفارمیشن میگیم. مهم نیست که تغییر شکل طولی هست، ای انحنایی است، ای بروشی است، چی نوع یک تغییر شکل است. به تمام ازی به شکل عمومی میتونیم بگیم که دیفارمیشن کده همی عنصر، همی سیستم و ساختمان. و دیفلکشن و یا دیسپلیسمنت که برش اطلاق میشه، ای به کدام موضوعات ربط میگیره. هرگاه یک سیستم، به طور مثال اینجا شما یک گادر را میبینیم که به شکل ساده اتکای ساده داره، وقتی بار بالایش وارد شده معلوم است که یک مقدار خمیده شده. امی خمیدگی را به طور خاص که خودش یک نوع تغییر شکل است
امیر به نام دفلکشن یا خمیدگی یاد میکنم که اینجا هم نمایش داده شده که از این قسمت در قسمت اتکا دفلکشن فعلا میبینید که هیچ وجود نداره، پایین خو نامده و کمر که پیشتر حرکت میکنین امی مقدار دفلکشن یا خمیدگی کادر بیشتر و بیشتر و بیشتر و در قسمت وسط بیشترین خمیدگی یا بیشترین دفلکشن داره. دفلکشن منظورم از امی خمیدگی است و دسپلسمین یک مقدار عمومی تر است، معنایش تغییر مکان میگه. یعنی هر نوع تغییر مکان که یک نقطه انصار تغییر مکان میکنه، از یک نقطه به یک نقطه دیگه انتقال میکنه، امیر به نام تغییر مکان میگه که میتونه به شکل اینمی خود از امیر یک نوع تغییر مکان بگه و خصوصا زمانی که شما به شکل افقی اگه در نظر میگیرین یا یک ساختمان که در او لغزش صورت میگیره، به طور مثال کاملا ساختمان اگر استوار نباشه شاید حرکت بکنه. امی حرکت یا یک صندوق را اگر شما فشار بتین معلوم کمه که پیش حرکت میکنه، ایره باز به نام دفلکشن گفته نمیتونیم، ایره دسپلسمنت گفته میتونیم یا تغییر مکان. کلمات هستن که ایده دانه هر دوش دفلکشن و دسپلسمنت در اثر تغییر شکل ها ایجاد میشه. دفلکشن خاص‌تر است و دسپلسمنت میتونه که عمومی تر باشه، هم عمودی هم افقی. تغییر موقعیت هر نقطه عنصر به نام تغییر مکان یا دسپلسمنت یاد میکنن. همچنان تکان ها یا لرزه های ساختمان که در حقیقت خودش تغییر شکل های تکراری است، اینا باید در یک ساختمان نه به او اندازه باشه که اطمینان استفاده کننده ها را سلب بکنه. این اهمیت تغییر شکل اینجا بیان شده است. این وقت یک ساختمان تان یک سلب به طور مثال به شکل تکراری تغییر شکل بکنه با حرکت یک فرد، با یک بعض وقتا حتما اتفاق افتیده کدام ساختمان وقت حرکت میکنه لرزه میکنه، اما لرزه و تکان ها در حقیقت تغییر شکل های تکراری و آنی است که امیر باید نه به اندازه باشه که اطمینان استفاده کننده ها از بین بره. و ضمناً برای تحلیل سیستم های نامعین استاتیکی که تمام موضوع این سمستر ما را تشکیل میده، دریافت تغییر شکل ها خیلی ضروریه. در سیستم های معین استاتیکی شما در سمستر قبلی که مطالعه کردین، شما در اوجا فقط به خاطر حل تمام سیستم های معین استاتیکی نیازمند حل معادلات استاتیکی بودین، اما مجموعه FX و FY و مجموعه مومنت ها، از این سه معادله شما هر نوع سیستم معین استاتیکی را حل میکردین. ولی وقتی که یک سیستم شما توسط همین سه معادله استاتیکی حل نشه، همین سیستم به نام سیستم نامعین استاتیکی میگه که به خاطر حل از این باید معادلات اضافی را بفهمیم که یکی از اون معادلات اضافی در حقیقت فهمیدن و تشخیص کردن تغییر شکل هاست در نقاط مشخص، که اگر ما تغییر شکل در یک نقطه از یک سیستم نامعین استاتیکی بفهمیم میتونیم اون سیستم در کل تمام مجهولاتش دریافت بکنیم. و البته تغییر شکل ها رو که ما فعلا بحث میکنیم و در این سمسر مطالعش میکنیم تماما تغییر شکل های ارتجایی میباشه که در حد ارتجاییت قرار داره. یعنی در صورتی که شما اینجا گادر را میبینین که بالایش بار آمده، انحنا کرده و خمیده شده، در حد ارتجاعی منظور ما میست که اگر امی بار ما پس دوباره دور بسازیم، امی گادر امی شکل خمیده خود پس دوباره رفع بکنه و به حالت اولیش بر بگرده که امی حالت ارتجاعی میگه. و امی تغییر شکل که ایجاد میشه تغییر شکل در حد ارتجاعیت نامیده میشه. و در صورتی که اگر این تغییر شکل باقی بمونه دوامدار باشه، اینجا منظور ما از این معادلات که بعدا ارائه میکنیم ما اثبات را انجام میدیم، منظور ما از او تغییر شکل ها نمی باشه. همچنان تغییر شکل هایی که در یک ساختمان ایجاد میشن از اثر کدام نیرو است؟ بارهای خارجی بالا یک ساختمان باعث ایجاد نیروهای داخلی در عنصر میشن و نیروهای داخلی در یک عنصر باعث ایجاد تغییر شکل ها میشه، که ما میتونیم در داخل یک عنصر قوه های نرمالی را، بروشی را، مومنت انحنایی و
و یا حتی چرخشی را داشته باشیم که هر کدام از یک تغییر شکل خاص را ایجاد میکنه. ولی زمانی که ما گادرها و چوکاتها را مطالعه میکنیم، در گادرها خصوصا به گادرها در اکثر حالات تغییر شکل قابل ملاحظه که او را در نظر میگیریم و از اثر از تغییر شکل ما دریافت میکنیم در حقیقت مومنت نهایی است. برعکس در ترس ها وقتی در فرم ها شما مطالعه میکنین، دوری شما در انصار مومنت پیدا کرده نمیتونین و قوی ارزی را اصلا وجود نداره. شما در او قسمت تغییر شکل را که پیدا میکنین، تغییر شکل از اثر نیروی نارملی یا قوه های محوری در داخل انصار است. پس به این خاطر ما تغییر شکل ها را در هر ساختمان از اثر نیروهای خاص پیدا میکنیم. حال به خاطر دریافت تغییر شکل ها، پیش از اینکه ما نیرو مقدار تغییر شکل ها را یا خمیدگی یا زاویه دوران دریافت بکنیم، خوب است که ترسیم اسکیل تغییر شکل یک ساختمان به خاطر ارزیابی قسمی دریافت خمیدگی ها و زاویه دوران بفهمیم. یعنی وقت ما یک ساختمان را می خواهیم که تغییر شکل شد، به طور مثال یک خمیدگی به عنوان مثال در گادر خمیدگی شده این قسمت وسط پیدا بکنیم، پیش از اینکه مقدار خمیدگی را پیدا بکنیم، همه قدر باید منطقا بفهمیم که خمیدگیش در قسمت وسط بیشترین خمیدگی است و همه قدر بفهمیم کمی گادر ما وقت تغییر شکل میکنه به شکل منحنی که به طرف پایین فرو رفتگی داره، یعنی به طرف پایین از خمیدگیش نه به طرف بالا. اینمی حالت به نام به سب اسکیج تغییر شکل یک ساختمان بیان میکنه که را باید قبل از دریافت مشخص تغییر شکل ها باید ترسیمش بفهمیم که باز به ارزیابی قیمت های دریافت شده به ما کمک میکنه. به خاطر که این کار انجام داده بتانیم، ابتدا محدودیت های در تغییر مکان ها و زاویه های دایران را باید بفهمیم که چی محدودیت ها داریم و کدام موانع وجود داره. اینجا چندین شکل شما مشاهده میکنین. از شکل اول شروع کنیم. این اتکا را شما میفهمین که یک اتکای رولر یا امو اتکای مفصلی متحرک است. کدام محدودیت ها در این اتکا وجود داره؟ در این اتکا خصوصیت همیست که یک عکس العمل داره و او هم عمود است در امی قسمت. یعنی شما هر چقدر باره دمی عنصرتان که هرچی از گادر از هرانچی از هر چقدر بار را در اینجا وارد بکنین، شما نمیتونین در اینی اتکا یک مقدار حرکت به طرف پایین داشته باشین. پس تغییر مکان در اتکای مفصلی متحرک به طرف عمود صفر است و اینجا نشان میده که دلتایش که همون نشان دهنده تغییر مکان است مساوی به صفر. ولی شما میفهمین که این اتکایتان به چرخش اجازه میده. به می خاطر اینجا اینی خط آبی که دیده میشه تغییر شکل همی عنصر از هر آنچه که است میشه گادر باشه و یک شیبی که جا وجود داره سلوب ازی که به تیتا نشان داده شده و در اینجا اندازه گرفته شده و این صفر نیست. اتکای بعدی را که به نام پن یا مفصلی ثابت میخوانین، این عین شکل مفصلی متحرک وارست که در اینجا شما هیچ وقت تغییر شکل ببخشند تغییر مکان ندارین یا تغییر شکل عمودی نمی قسمت ندارین که دلتاش مساوی به صفر است، ولی بازم زاویه دوران دارین. این همی قسمت اجازه میده به دوران به هر زاویه که بوده باشه. اتکای بعدی اتکای فکس رو ما میفهمین. این اتکا خاصیت شمی است که هیچ نوع حرکت را اجازه نمیده، نه افقی را، نه عمودی و نه هم چرخشه. به این خاطر در فکس سپورت شما دلتا را مساوی به صفر دارید، در امی نقطه تغییر زاویه دوران هم مساوی به صفر دارین. البته این تغییر زاویه دوران از قسمت دورتر اتکا آغاز میشه، در خود اتکا مساوی به صفر است، چرا این اتکا هم خاصیت داره که این نوع چرخش را اجازه نمیده. کما که از این فاصله که میگیرین باز او اخی میتونه ایجاد شوه، ولی در خود اتکا مساوی به صفر است. دیگه شما هرگاه یک جوینت داشته باشین، یک ارتباط سخت داشته باشین، در اینجا وقتی که گره شما که به شکل سخت باشه اگر چرخش میکنه،
اگر متحمل یک مومنت میشه، چی نوع یک خاصیت و کیفیت داره. هرگاه یک طرف از می گره، اما عنصر که به شکل افقی است به هر زاویه که دوران بکنه، عمودی از یم به خاطر ارتباط سخت که در وجود داره، عنصر عمودی که در اتصال پیدا کرده به عین زاویه دوران میکنه و همیشه امی کنج گره شما به زاویه ثابت 90 درجه باقی میمونه. این زاویه بین دو عنصر در ارتباط در گره سخت قبل از اعمار بار و قبل از تغییر شکل و ضمناً بعد از تغییر شکل یکسان باقی میمونه و این تغییر نمیکنه. ولی در جاهایی که شما گره تان به شکل مفصلی باشه، ارتباط بین این دو عنصر سخت نباشه، تغییر شکل ها در زاویه های دوران در دو عنصر اتصالی در امی گره مفصلی به زاویه های متفاوت میتونه باشه. در کدام حالت خاص اگر اتفاق بیفته کردش به یک زاویه دوران بکنه، ولی ضرور نیست که همیشه این گونه باشه. شما همیشه که مطالعه میکنین زاویه های دوران متفاوت پیدا میکنین. این موارد است که در ترسیم اسکیچ های تغییر شکل به ما کمک میکنه فهم امی موضوعات گفته شد در تغییر شکل های احتمالی که ما رو ترسیم میکنیم، در اونا به ما کمک میکنه. حالا بعضی از مثال های را داریم. شما به عنوان مثال اینجا یک گادر را میبینین که به شکل سیمپل سپورتت است و یک بار عمودی در قسمت وسط داره. وقتی که امی بار عمل میکنه، شما یه اتکای رولر را فهمیدین که به طرف پایین حرکت نمیکنه ولی دوران اجازه میده. با اتکای پن هم شناختین که حرکت را تغییر مکان عمودی را اجازه نمیده ولی چرخش را اجازه میده. پس وقتی که قسمت وسطی در به طرف پایین فشار بتیم، معلوم است که دو طرف دور میزنه و تغییر شکل یافته امی گادر ما اینگونه رسم میشه که امی را اسکیج تغییر شکل نامیده میتونیم. همچنان در این قسمت شما یک گادر کنسولی را میبینیم که یک اتکای سخت داره و در قسمت اخیرش یک بار عمودی وارد شده. از این کمی سمت ما کاملا آزاد است. وقت بار وارد شده، چون آزاد است به طرفی که بار عمل کرده حرکت میکنه و یک تغییر شکل عمودی انجام میده، دیسپلیسمنت ایجاد میشه. پس امی قسمتش به طرف پایین میه. قسمت اخیر جایی که عنصر ما اتکا داره، این اتکا اتکای سخت است. اینه به طرف پایین حرکت میکنه و نه چرخش ایجاد میشه. پس شما میبینین اینی خط اصلی یا محور خونسای انصاره که در قسمت اتکا کاملا مانند اولش است. حالت اولی نه عمودی حرکت کرده و نه هم کدام دوران یا چرخش ایجاد شده. کمک از اتکا که پیش میرین، از این که قسمت اخیری پایین آمده بود، تغییر شکل منحنی تغییر شکل به شکل میشه که به شکل نقطه نقطه نشان داده شده. در مثال های بعدی این گادر دیگه را شما مشاهده میکنین که در این قسمت اتکای مفصلی متحرک و در قسمت اخیرم به شکل ثابت است. وقتی بخوایم رسم بکنیم، بارم کاملا بار منتشره منظم است. این بار باعث میشه که گادر به طرف پایین حرکت بکنه و قسمت های وسطش به طرف پایین خمیده میشه. در قسمت اتکای مفصلی متحرک چرخش اجازه داره ولی دیسپلیسمنت اجازه نداره و در قسمت اتکای سخت نه چرخش اجازه داره و نه کدام حرکت عمودی یا دیسپلیسمنت. در این قسمت شما میبینید در گادر بعدی باره که در قسمت به شکل متمرکز وارد شده، باعث میشه که امی قسمت گادر به طرف پایین خمیده شود. در قسمت اتکای سخت نه دسپلسمنت وجود داره و نه هم کدام زاویه دورانه. پس کمک که پیش میریم، بعد از او امی گادر به طرف پایین خمیده میشه و در این قسمت دسپلسمنت صفر است ولی زاویه دوران وجود داره.
پس امی قسمت گادر که پایین شد به شکل از امی طرف که آمدیم به می طرف پایین حرکت میکنه و پس دوباره دسپلیسمنتش به اتکا صفر میشه و از اینکه کنار گادر کاملا آزاد است و این دور هم زده میتونه در اتکا، پس به این شکل به طرف بالا بلند میشه. در این قسمت، قسمت وسط در این گادر سیومی، قسمت وسط به طرف پایین که خمیده شده، از اینکه هر دو گادر، هر دو اتکا تغییر مکان اجازه نمیده ولی تغییر زاویه دوران اجازه میده، هر دو کنار کنسولی گادرها به طرف بالا و قسمت وسط به طرف پایین. و در این قسمت شما در جایی که بار عمودی دارین به طرف پایین خمیده میشه، وقتی خمیده شد اینجا زاویه دوران اجازه میده، پس این طرف گادر که پایین برین قسمت وسطی بین دو اتکا به طرف بالا میره، وقتی ایره به طرف بالا برین این گادر در این قسمت حرکت کرده نمیتونه ولی دوران کرده میتونه، پس در این قسمت به طرف پایین حرکت میکنه که در این قسمت تمام تغییر شکل هایی که تشریح کردیم دیده میتونین، تمام مورده که گفتیم. البته زاویه های دوران در این قسمت ها مساویه صفر است، به خاطر کدام بار نداریم، این خط های ما کاملا خط های مستقیم هستند، انحنا ندارن چون بار وجود نداره، ولی در این قسمت چون بار وجود داره انحنا هم وجود داره. عین شکل در این قسمت تا به اتکای مفصلی متحرک شما خطر به شکل منحنی دارین، ولی از اتکا گذشته به طرف بالا حرکت کرده ولی کدام انحنا وجود نداره. چرا؟ به خاطر که کدام نیروی در وجود نداره. وقتی از قطع بکنین، از این قسمت بخواین تحلیل بکنین، از این قسمت قطع کنین، هیچ نیروی وجود نداره، پس بار خارجی وجود نداره، پس هیچ نیروی داخلی هم وجود نداره. وقتی که در داخل عنصر نیروی داخلی وجود نداشت، هیچ نوع تغییر شکل وجود نداره. دسپلیسمنت داره ولی کدام تغییر شکل زاویه دوران یا انحنای در این قسمت وجود نداره، ولی این قسمت وجود داره. و در این قسمت در تمام قسمت گادر نیروهای داخلی هم وجود داره، تغییر شکل خارم وجود داره. حالا در بعض وقتهایی که مشکل باشه ترسیم اسکیچ، در اون قسمت ها چگونه عمل بکنیم؟ همین مومنت انحنایی در داخل انصار با منحنی تغییر شکل که در پیشتر ترسیمشه شما مشاهده کردین یک ارتباط داره. یعنی بعض وقتا که بهتون مشکل شود، شما میتونین از مومنت دیاگرام مومنت کمک بگیرین و منحنی تغییر شکل ترسیم بکنین. به طور کل مومنت مثبت باعث تعقر قسمت بالایی گادر و مومنت منفی باعث تعقر پایینی گادر میشه که اینجا به شکل نشان داده شده. مومنت مثبت شما وقت قطع بکنین امی سمت، معلوم دار که مومنت مثبت خلاف عقربه ساعت، و اگر این سمت گاده را بخواییم مطالعه بکنین او را قطع بکنین، معلوم است که مومنت مثبت در مضمونای پیش شرط که خواندین مطابق عقربه ساعت است. پس در امی توته از گادر مومنت مثبت باعث میشه که امی قسمت از گادر تغییر شکلش طور شود قسمت بالایی تعقر پیدا بکنه و به این شکل شود. و در قسمت مومنت منفی وقت شما این سمت از گادر را مطالعه بکنید، معلوم است که خلاف از این می باشد، یعنی مطابق عقربه ساعت، و سمت دیگه از این را که مطالعه بکنید این خلاف عقربه است، مومنت منفیش، و این باعث می شود که برخلاف مومنت مثبت اینجا تعقر در قسمت پایینی صورت بگیره. و به خاطر از اینکه به خاطر به یادتان بانه میشه شما امید تصویر به یاد خود داشته باشین، مومنت مثبت اگه دو دانه دایره های کوچک ترسیم بکنین یک شکل خندانه میده، و در این قسمت اگه دو دانه دایره های کوچک ترسیم بکنین مومنت منفی یک شکل در هم کشیده را میده. مومنت مثبت شکل خندان و مومنت منفی شکل تقریبا گریان. به طور مثال شما اینجا مطالعه کرده میتونین اهمیت مومنت انحنایی را در ترسیم منحنی تغییر شکل،
اینجا شما کدام بار عمودی ندارین که بگوین این قسمتش پایین بالا رفته، این قسمتش پایین آمده، یا این قسمتش اینگونه است. شما یک مومنت متمرکز دارین، حالا هر قیمتی که داشته باشه مشکل نیست. شما میفهمین که وقتی را تحلیل بکنین که حلش یا ترسیم دیاگرام مومنت چه دریافته در سمستر قبل مطالعه کردین، از قسمت وسط به طرف راست مومنت شما مثبت است، و از قسمت وسط گادر به طرف چپ که برین وقت دیاگرام مومنت مطالعه بکنین، این قسمتش مومنت منفی است. پس مومنت مثبت امی منحنی تغییر شکل، شکل خندان، و طرف منفی هم امو شکل که بیشتر نشان دادیم با مو شکل رسم میشه. پس در قسمت وسط هم ای تا اتصال پیدا میکنن که از حالت مثبت مومنت به حالت منفی مومنت، یا از شکل تعقر قسمت بالا به قسمت تعقر قسمت پایینی گادر انتقال میکنیم. در وسط امو نقطه را به نام نقطه عطف یاد میکنیم که نه کدام انحنا به طرف پایین و نه کدام انحنای به طرف بالا داریم. آیا هم شیوه ترسیمش میتونه باشه. حالا تیوری تغییر شکل گادرها را از اینکه کلپ ها را اگر به مدت بیشتر سب بکنیم حجم بیشتر را میگیره و دانلود و اپلود از این به شما و ما مشکل میشه، تا این قسمت کفایت میکنه. امید محصلین گرامی که شما درس با علاقه مندی کافی بخوانین و ایره مطالعه کنین بار بار، در هر قسمتش که بر شما مشکل بود میتونین بپرسین، و در درس بعدی انشاءالله که همه آماده درس بعدی با علاقه مندی باشن و درس که فعلا ثبت شده ایره حتما مطالعه کرده باشن، و بخاطر معلومات بیشتر از منابعی که در گروه میگذاریم اونا را میشه مطالعه بکنین. وقتتان بخیر، خداحافظ شما.